23 روز مهر ماه برابر با 15 اکتبر، آغاز هفته جهانی نابینایان و روز جهانی عصای سفید، توجه به ایمنی نابینایان و رعایت حقوق اجتماعی آنان همواره مورد توجه مردم خیراندیش و مجامع بین المللی بوده و هست و هر از چند گاه ضرورت توجه به نابینایان در طیف گسترده‌ای مطرح می شود. در سال 1950 میلادی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو و شورای جهانی نابینایان در جلسه مشترک قانون عصای سفید را بررسی و تصویب نمودند و روز 15 اکتبر را روز جهانی عصای سفید یا روز جهانی ایمنی نابینایان اعلام کردند. قانون عصای سفید تصویری جدید از نابینایان را در جامعه ترسیم کرده و از افراد نابینا می خواهد که به منظور حمایت از منافع خود از تمام مفاد این قانون مطلع باشند. حق استفاده از کلیه امکانات رفاهی معمول در جامعه توسط نابینایان، تشویق نابینایان به مشارکت در امور دولتی و اشتغال توسط دولت و رعایت کامل حقوق نابینایان به هنگام عبور و مرور توسط رانندگان وسایل نقلیه از جمله مفاد این قانون می باشند. همچنین مسئولان دولتی هر ساله باید این روز را به عنوان بزرگداشت روز نابینایان و قانون عصای سفید به نحو شایسته‌ای ارج نهند و از مردم بخواهند که رفتار معقولانه‌ای با نابینایان داشته باشند. سال 692 پیش از هجرت برابر با 70 قبل از میلاد، زادروز پابلیوس ویرژیل، بزرگترین شاعر روم باستان که علاقه بسیاری نسبت به زادگاهش و مردمی که در آن به کشاورزی مشغول بودند داشت و به همین دلیل این موضوعات اکثر اشعار ویرژیل را تشکیل می‌دهند. وی در شهرهای کرمونا، میلان و روم به تحصیل پرداخت و در این دوران علاقه وافری به خواندن آثار نویسندگان به خصوص شعرای رومی و یونانی داشت و خود نیز در علم معانی و بیان و فلسفه دانشی فراوان کسب کرد. زندگی ویرژیل بیشتر به شعر و شاعری اختصاص داده شد و مطالعات وی بیشتر در همین زمینه است. سال 1306 خورشیدی برابر با 1927 میلادی، آغاز احداث راه‌آهن سراسری ایران که در زمان پادشاهی رضاشاه پهلوی از جنوب تا شمال ایران کشیده شد. این راه آهن بندر شاهپور امام خمینی فعلی در ساحل خلیج فارس را به بندر شاه ترکمن فعلی در ساحل دریای مازندران وصل می کرد. رضا شاه دستور داده بود تا احداث راه آهن سراسری با سرمایه داخلی انجام یابد و از طرفی دیگر تحمل هزینه های آن برای ملت ایران طاقت فرسا نباشد. قبل از شروع قانون انحصار قند و شکر و چای را وضع نمود و به تصویب مجلس شورای ملی رسانید. به موجب این قانون مقرر گردید از هر 3 کیلو قند و شکر 2 ریال و از هر 3 کیلو چای 6 ریال مالیات اخذ و درآمد حاصل از آن صرف هزینه ساختمان راه آهن سراسری گردد. در 23 مهر ماه 1306 اولین کلنگ ساختمان راه آهن سراسری در تهران در محل فعلی ایستگاه تهران بر زمین زده شد و از همان وقت رسماً ساختمان راه آهن از 3 نقطه مرکز و جنوب و شمال آغاز گردید.